سلام بچه ها، مرا جان هستم. به آشپزخونه کوچیک من خوش اومدید. شاید شما هم مثل من باشین، هر غذایی که تو اکسپلور میبینید و جذابه دوست دارین درست کنید و من این غذا رو دیدم و تصمیم گرفتم درست کنم ببینم طعمش چجوریه. در ابتدا من یک کدو بزرگ داشتم که نصفش رو رنده کردم، باقی مونده کدو رو گذاشتم کنار. سیب زمینی رو هم به همراه هویج رنده کردم و به غذا اضافه کردم. حالا نوبت رنده کردن پیازه و مقداری هم پیازش خرد کردم که توی مرحله بهش اضافه کردم. برای خوشمزه تر شدن این غذا سیر هم میتونید بهش اضافه کنید. من به دلخواه بهش تخم آفتاب گردون و شوید خشکم اضافه کردم. عطیه های این غذا شامل پول بیبر، پودر کاری و زردچوبه و فلفل سیاه است که اونا رو هم به این غذا اضافه کردم و در آخر هم بهش پنیر پیتزا یا هر پنیری که دوست دارین میتونید بهش اضافه کنید. برای اینکه کوکون وانره، من بهش آرد ذرت، نمک، آرد نخوچی و آرد گندم اضافه کردم و بهش تخم مرغ اضافه کردم و خوب هم زدم. در آخرم بهش دو تا کاپ شیر اضافه می کنیم و دوباره هم می زنیم. مواد مایع رو به سبزیجات اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم. کف سینی فر کاغذ روغنی پهن می کنیم و مواد رو مثل ویدیو روی کاغذ روغنی پهن می کنیم. روش رو کمی روغن زیتون می ریزیم و می ذاریم توی فر از قبل گرم شده به مدت 20 الی 25 دقیقه روی درجه 185. همونطور که اول ویدیو گفتم، نصف کدویی که کنار گذاشته بودیم و به همراه دوتا خیار قلمی با قسمت رنده ریز خوب رندش میکنیم. بهش سیر اضافه میکنم شوید و نمک و فلفل سیاه و چند قاشق ماست. دوستای عزیزم، اگه تا اینجا ویدیو از ویدیو خوشتون اومده، حتما ویدیو رو لایک کنید که این کار باعث میشه که ویدیو من به کسای دیگه هم پیشنهاد بشه. و در نهایت بهش یه قاشق سس مایونز اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم. و همونجور که میبینید بعد از 20 الی 25 دقیقه این کوکوی خوشمزه ما به این شکل در اومده و کاملا پخته. شما میتونید تو همین مرحله سروش کنید، اما من ترجیح دادم که رولش کنم و لای این کوکو خوشمزه پنیر موزارولا و کمی گوجه بچینم. وقتی که سرد شد، یواش و به آرومی این کوکو رو رول میکنیم و دوباره میذاریم توی فر به مدت 10 الی 15 دقیقه تا روش هم طلایی بشه و پنیر در داخلش آب بشه. و در نهایت این شد نتیجه کار و واقعا راضیم که از تو اکسپلور این غذای خوشمزه رو دیدم و درست کردم. حتما شما هم درست کنید. نظرتون رو زیر این ویدیو کامنت کنید. خیلی دوستتون دارم. تا چالش بعدی و ویدیو بعدی، خدا نگهدار.